سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو بعد از مدت ها نشستم ویدیو بگیرم، قرار راجع به پرایس مچ کردن که یه نوع خدمات یه سرویسیه که توی کشورهای خارجی مثل کانادا وجود داره براتون حرف بزنم و توضیح بدم و امیدوارم که این ویدیو به دردتون بخوره، که مطمئنن میخوره چون هیچ کس از پول کمتر خرج کردن بعدش نمیاد. پس این ویدیو رو تا آخرش ببینید. من مرسده هستم. اگر دفعه اوله که تو این کانال اومدید خوش اومدید. تو این کانال من راجع به مهاجرتم به کانادا و از زندگی تو کانادا صحبت میکنم و تجربه هامو در اختیارتون میذارم که شما سختی های کمتری بکشید و دانش بیشتری داشته باشید وقتی که میایید. امیدوارم که این کانال و ویدیوهاش به دردتون بخوره. خب پرایس مچ کردن، من نمیدونم مثلا معادل فارسی دقیقی براش هست یا نه، ولی فارسی کم شوخی میکنم، ولی پرایس مچ کردن به معنی هم قیمت کردنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میرم اینجا توی یه فروشگاهی مثلا هایپرمارکت توی ایران، میرم یه دونه پاکت شیر بخرم، بعد میدونم که این پاکت شیری که اینجا مثلا قیمتش زده 3 دلار، توی اون یکی فروشگاه 2.5 دلار. اگر همچین اتفاقی بیفته و من بدونم که همین شیر با همین مارک توی همون موقعی که من الان دارم میخرم قیمتش جای دیگه ارزون تره، من میتونم شیر رو بردارم به جای اینکه برم جای ارزون تر خرید بکنم که حالا بخوام زمان بذارم و مثلا با ماشین برم یا حالا پیاده، هرچی میتونم شیر رو بردارم برم دم صندوق بگم که الان فلان فروشگاه داره این شیر رو این مبلغ میده، مثلا توی سایتش نشون بدم یا توی اپلیکیشن هایی که معمولا وجود داره برای پرایس مچ کردن نشون بدم، بگم که این شیر فلان جا مبلغش اینقدره و اونا هم با من همین قیمت حساب بکنم. یعنی دیگه شما به جای 3 دلار همون 2.5 دلار که جای دیگه اون شیر فروخته میشه شیر رو میخرید. حالا این پرایس مچ کردن فقط برای مواد خوراکی نیست، کلا برای هر نوع خرید کردنی وجود داره. حالا توی خرید گروسری و خرید مثلا میوه و سبزیجات و خرید روزانه، خب شاید مبلغش خیلی ناچیز و کم باشه، که چه بسا خیلی باز هم به ازش استفاده میکنن و یه سری اپلیکیشن هایی هست، یکیشون به اسم فلیپ اگه اشتباه نکنم، توش میزنه که مثلا امروز رون مرغ تو کدوم فروشگاه ارزون تره یا امروز مثلا پنیر فتا تو کدوم فروشگاه ارزون تره و مثلا خیلی ها اینجوری بر اساس این قیمت ها میرن خرید میکنن. ولی من خودم اون اوایل اپلیکیشن فلیپ رو داشتم، بعد میدیدم که میزد مثلا امروز رون مرغ تو فلان فروشگاه قیمتش اینه، مثلا پنیر تو فلان فروشگاه قیمتش اینه، ولی خودم هیچ وقت استفاده نکردم که مثلا برم تو یه فروشگاهی بگم حالا مثلا این مرغی که من میخوام بخرم اینجاست. و یه علتش هم شاید این باشه که خب من خرید عمدم رو از کاسکو میکنم و کاسکو داستانش کلا با فروشگاه دیگه فرق میکنه، از این لحاظ که مقدار چیزی که شما میخرید خیلی بیشتره، مارکش هم معمولا مارکه که شما فروشگاه دیگه پیدا نمیکنید که بخواید این همون چیز رو جای دیگه ببینید با یه قیمت دیگه. و کلا پرایس مچ کردن برای جنس توی کاسکو با خارج از کاسکو خیلی معنیدار نیست. اما چیزی که هست اینه که کلن بعد از یه مدت خرید کردن اینجا دست آدم میاد که یعنی آدم دستش میاد که برای خرید هر چیزی کجا بره خرید بکنه، مثلا برای نمیدونم نون کدوم فروشگاه بره خرید کنه، برای مثلا لبنیات کجا بره خرید بکنه و آدم میاد دستش. ضمن این که میخواستم اینو بگم که پرایس مچ کردن یا استفاده از این حالا مثلا فیچر یا این خدمات برای پوشاک و خرید دیگه هم هست. من یادم یکی از دوستان موقعی که اومده بود رفته بود یه فروشگاه یه کاپشنی بخره، به خصوص که اینجا فروشگاهی مثل وینرز و مارشالز و اینا فروشگاهی هستن که از همه برندها و مارکهای مختلف جنسهای مختلف میارن و مثلا یه دونه کاپشن رو اونجا دیده بود مثلا 90 دلار، بعد متوجه شده بود که این همون کاپشن توی یه فروشگاه دیگه مثلا 70 دلاره و بهشون اطلاع داده بود و اونا هم مثلا که حالا نمیدونم زنگ زده بودن پرسیده بودن یا چجوری مطمئن شده بودن یادم نیست، ولی باهاش همون 70 دلار حساب کرده بودن. خب این واقعا چیز به درد بخوریه که خیلی استفاده میشه. و یه نکته‌ای که حالا می‌خواستم بهتون بگم اینه که پرایس مچ کردن، این توضیحاتی که دادم برای موقعی که شما دارید چیزی رو می‌خرید و ممکنه جاهای مختلف قیمت‌های مختلف داشته باشه. اما بعضی فروشگاه ها مثل کاسکو، من نمیدونم این خاصیت برای بقیه فروشگاه ها هم وجود داره یا نه که بعید میدونم وجود داشته باشه، ولی یه فروشگاه های مثل کاسکو
مثلا من الان میرم یه دونه بولیز میخرم ازش 10 دلار، بعد 10 روز دیگه که میرم کاسکو میبینم ایوا این بولیز 10 دلاریه که من خریدم شده 7 دلار. بعد من دیگه برای اینکه اون 3 دلار رو بتونم تخفیف رو ازش استفاده بکنم و در حقیقت بی خودی گرون نخریده باشم اون لباسو، میرم تو قسمت کاستمر سرویس یا همون خدمات مشتریشون، بهشون میگم که من این بولیز رو خریدم میخوام اینو پرایس مچ بکنم و اونا چک میکنن. معمولا اینجوریه که اگر 2 هفته از خرید شما بیشتر نگذشته باشه پرایس مچ رو انجام میدن و میگن که ما با تفاوت پول رو به شما پس میدن در حقیقت، و انگار که شما اون لباس رو توی آف خرید، توی حراج خریدید. اما اگر که بیشتر از 2 هفته گذشته باشه، تنها راهی که برای شما میمونه اینه که اون چیزی که خریدید رو ببرید پس بدید، پولی که اون موقع دادید رو پس بگیرید و بعد توی حراجش برید دوباره خرید بکنید. خب یه ذره چی میگن دور از ذهن و منطقی به نظر نمیرسه که آدم این کار بکنه، به خصوص یه چیزایی مثل لباس که آدم میپوشه. یعنی میدونید یه ذره بحث وجدان و اخلاق آدم میاد وسط دیگه. مثلا من یه چه میدونم بلیزی رو خریدم پوشیدم 2-3 بار، بعد حالا ببرم پس بدم که برم 3 دلار ارزون تر بخرم، خب خیلی واقعا کار اخلاقی نیست. ولی اینم نیست که هیچ کس این کار رو نکنه. شما به عنوان یه چی میگن عضو کاسکو که دارید حق عضویت میدید، دستتون برای این کار بازه، یعنی این حق رو دارید. ولی خب دیگه حالا مثلا یه سری ها میکنن این کار رو، یه سری ها نمیکنن دیگه. و یه چیزی هم که بگم، مثلا بسته به اون میزان آفی هم که میخوره داره. مثلا شما یه موقع یه چیزی میخرید که یهو 20 دلار 30 دلار آف میخوره، خب میگید میرم مثلا این کار میکنم. ولی یه موقع یه چیزی 3 دلار 5 دلاره، خب مثلا واقعا آدم اخلاقش بیشتر چی میگن سنگینی میکنه به اینکه بخواد واسه 3 دلار 5 دلار بره یه چیزی رو پس بده. یا حتی خیلی موقع بحث زمان هست، یا مثلا اینجا واقعا زمان چیز خیلی مهمیه. مردم واقعا رو زمانشون حساب میکنن، همیشه هم وقت کم میاریم ما اینجا، واسه همین واقعا اینجوری نیستش که بگیم خب حالا کاری نداره پاشیم بریم اینو پس بدیم، اینم مثلا پرایس مچ کنیم و اینا. خلاصه که زمان هم خیلی دخیله و خیلی موقعا نمیصرفه که شما زمان بذارید برید که مثلا بخواید 3 دلار یه چیزی رو ارزون تر بگیرید و اینا. ببخشید ذهنم خیلی پراکنده بود، سعی کردم که منسجم بگم ولی فکر کنم خیلی منسجم نگفتم، یه ذره شاید فهم چیزایی که گفتم سخت باشه. من ازتون عذرخواهی میکنم، ولی دیگه این نتیجه 4-5 ماه پشت دوربین نشستن و مقاومت شدید برای ضبط کردن ویدیوه. همین دیگه. آها یه چیز مهمی که خواستم بگم به اسم رین چکه. رین چک چیه؟ من میدونم رین چک و کاسکو داره، نمیدونم فروشگاه های دیگه هم دارن یا نه، ولی اینم یه فیچر خیلی خوبیه. این چیه؟ اینه که مثلا شما میرید توی کاسکو یا هم میبینید که ایرفرایر گذاشته مثلا 150 دلار بوده شده مثلا 99 و 99، شده 100 دلار، 50 دلار آف خورده، خوشحال خندت میرید ایرفرایر رو بردارید که مثلا برید صندوق حساب بکنید، میبینید ایرفرایر نیست، تموم شده. بعد مثلا زده حال میخورد که ای بابا اینم شانس مایه چرا ندارم. ولی اینجور موقع ها میتونید برید به کسایی که مسئول هستن، مثلا سوپروایزرهای حالا توی کاسکو که معمولا یه جلیقه قرمز تنشونه، بگید که من میخوام این ایرفرایر رو بخرم موجود نیست، به من رین چک بدید. به شما یه برگه میدن که اسم اون برگه رین چکه و در حقیقت اون برگه نشون میده که شما توی اون تاریخ با اون قیمت حراج خورده میخواستید خرید بکنید و جنس موجود نبوده. اینو شما پیش خودتون نگه میدارید و پولی هم بابتش نمیدید. خب در حقیقت شما خریدی انجام نمیدید اون موقع. بعدن که اون جنس اویلیبل شد، موجود شد توی فروشگاه، شما میرید اونجا جنس رو برمیدارید، میرید صندوق، رین چکتون رو بهشون نشون میدید و با همون قیمت تخفیفی که اون روز داشته با شما حساب میکنن. شما دیگه گرونتر نمیخرید، چون احتمالاً وقتی جنس موجود بشه یه تایمی گذشته و دیگه تخفیفی وجود نداره، ولی این رین چک شما رو نجات میده که جنس گرون نخرید و از اون تخفیف بتونید استفاده بکنید. این خیلی ریسنت، خیلی چیز جدیدیه. من خودم چند ماهه 2 ماهه یاد گرفتم، راجع بهش شنیدم، استفاده هم نکردم، ولی خب تجربه یکی از دوستان بود و دیدم چیز به درد بخوریه، گفتم با شما در میون بذارم. همین، این پرایس مچ کردنه به درد میخوره. چیزای گرون به خصوص اگر خواستید بخرید، حتما یه سرچی بکنید تو فروشگاه مختلف ببینید. مثلا تو مثلا میگم توی فروشگاه والمارت چنده، توی فروشگاه سوبیز چنده، توی فروشگاه مختلف قیمتشو در بیارید. ولی میگم باید یه مارک باشه، یه جنس باشه، چون نمیتونید مثلا برید بگید نمیدونم من ایرفرایر مثلا سایز بزرگ و با یه چیز کوچیک مقایسه کنید، بعد این هم باشه دیگه، میدونید چی میگم. همین،
امیدوارم این ویدیو به دردتون خورده باشه و توپقای منو به بزرگیتون ببخشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک بکنید، کانال رو اگر سابسکرایب نکردید لطفا سابسکرایب بکنید. خودم انقدر تنبلی کردم این مدت و یه بخشیش هم خب شلوغ بودن سرم بوده که راندمان یوتیوبم خیلی کند شده، یعنی روند رشدش خیلی کند شده نسبت به قبل و دارم زور میزنم که یه تکونی بهش بدم. امیدوارم که شما به من کمک کنید که یه هولی بدیم و موتورش دوباره جون بگیره. مرسی ازتون، ممنونم، فعلا.